سلام، پنجشنبه اول آبان 93 23 اکتبر 2014 میلادی. در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه تظاهرات در اعتراض به عدم رسیدگی کافی به اسید پاشی در اصفهان دیروز در اصفهان و تهران برگزار شد. در اصفهان جلوی دادگستری جمعیتی بیش از 2000 نفر حضور پیدا کردند. شعارهایی مثل این که این سکوت حمایت از داعش است یا آزادی، امنیت، آزادی حق مسلمه ماست، یا زاینده رود خشک شده، اسید پاشی مد شده و امثال اینها سر داده شد. در تهران تجمع جلوی مجلس شورای اسلامی با جمعیتی بیش از 2300 نفر، نیروهای امنیتی اجازه نمیدادند که مردم دیگه‌ای که در اون اطراف بودند بپیوندند به تجمع. خانم نسرین ستوده، محمد نوریزاد، پیمان عارف، نرگس محمدی کسانی بودند که و دیگرانی در این تجمع حضور داشتند، اما مامورین امنیتی آقای محمد نوریزاد رو مورد ضرب و شتم قرار دادند و او رو به کلانتری بهارستان بردند. در اصفهان بعد از تجمع مردم رو نیروی انتظامی به سمت چهارباغ بالا هدایت کرد و در اونجا کار به خشونت و استفاده از گاز اشکاور برای متفرق کردن کشید. در تهران هم با خشونت برخورد شد و اجازه پیوستن مردم رو نداد. به هر حال این حرکت اعتراضی که عملاً تبدیل به حرکت اعتراضی به خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی، عدم امنیت اونها و برخوردهای توهین‌آمیز با زنان و کل جامعه و حتی همین الان قانون آمرانه به معروف که در مجلس در دست تدوینه تبدیل شد، نشون میده که جامعه خسته از برخوردها، واپسگرایی‌ها، ارتجاع و تهجری است که روز به روز هم بیشتر در ارکان این نظام دیده میشه. آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی تایید کرد که 7-8 مورد اسید پاشی مشاهده شده. گفته میشه تعداد اسید پاشی بیش از 14 مورد هست در اصفهان، در حالی که حکومت تنها 4 مورد رو مطرح کرده بود. ادامه این تجمعات اعتراضی به اشکال مختلف مطرح شده. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران هم تجمع داشتند، نامه اعتراضی رو منتشر کردند و دعوت شده در اصفهان که روز شنبه دانش آموزان در تمام مدارس و دانشجویان در تمام دانشگاه‌ها به عنوان اعتراض به سر کلاس‌ها نه. دعوتی که در شبکه‌های اجتماعی به سرعت داره میچرخه و تعداد کسانی که اون رو تایید میکنن افزایش پیدا میکنه. در شهر واشنگتن دی سی هم فردا جمعه ساعت 4 بعد از ظهر دعوت شده که در میدان دوپان این شهر تجمع اعتراضی برگزار بشه. نیروی انتظامی اعلام کرده که بین که 15 نفر رو دستگیر کرده در ارتباط با اسید پاشی که اکثرا اراذل و اوباش هستن به گفته نیرو، و به نظر میرسه که احتمالا در یکی دو روز آینده یک یا چند نفر رو مطرح کنن به عنوان عوامل از این قبیل افراد، برای اینکه فشار تبلیغی مردم، فشار اعتراضی مردم علیه نیروهای بسیجی حکومتی، متحجرین مجلس و عوامل حکومت رو کاهش بدن.
موضوع دوم اینکه سازمان عفو بین الملل به همراه دانشجویان دانشگاه آزاد بلژیک در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل دست به اعتراض تجمع اعتراضی زدن در احضار کبرا ببخشید کبرا پارساجو همسر حمید بابایی به دادستانی انقلاب برای 29 مهر ماه. همسر حمید بابایی که همراه همسرش هر دو دانشجوی دوره دکترا بودند و تابستان به تهران برگشتند با دستگیری حمید بابایی و محکومیت او به 6 سال حبس که در زندان به سر میبره بارها مصاحبه و اطلاع رسانی کرده و همین امر باعث اذیت و آزار او و احضار او شد. دکتر محمود ابراهیمی محقق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هم در جنوب استان فارس در شهرستان مهر بعد از اینکه دست به افشاگری در خصوص زمین خاری سازمان اوقاف زده از سوی دادستانی انقلاب احضار شد، بلافاصله به 3 سال حبس محکوم شده و 70 ضرب شلاق و بلافاصله به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. گفته میشه دکتر ابراهیمی دست به اعتصاب غذا زده. 1100 کارگر کارخانه نورد و لوله صفا هم بعد از اینکه از یک شنبه دست به اعتصاب زدند دیروز اعتراضشون رو تشدید کردند. کارفرما تعدادی از اونها رو به کارخانه راه نداد. کارگران 3 ماه حقوق طلب کردند و 18 ماه هم حق بیمهشون پرداخت نشد. موضوع سوم این که آقای کری وزیر خارجه امریکا در مصاحبه مشترک با وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای ادامه پیدا میکنه و تحریم ها هم برداشته نمیشه تا ایران وادار بشه به سر میز مذاکره بیاد. او گفته که با کندره هم صحبت خواهد کرد و دولت اوباما قصد نداره در موضوع تحریم ها کنگره رو دور بزنه. رئیس هیئت فرانسوی مذاکرات 5+1 با ایران هم اعلام کرده که احتمال توافق تا ماه نوامبر بسیار ضعیف. آقای دنیس راس مشاور سابق آقای اوباما هم گفته ساده انگاری است اگر فکر کنیم که تا ماه نوامبر 5+1 با ایران به توافق میرسه. آقای خامنه‌ای هم در صحبتی که برای جمع نخبگان داشته عنوان کرده که نباید به اقتصاد زیر زمین منظور ایشون استخراج نفت متکی بود برای اینکه در این حالت سرنوشت رو به خارجی ها دادیم. ایشون تصورش این است که با حرفای اینجوری زدن می شود اقتصاد کشور رو درست کرد. اما موضوع چهارم اینکه آقای محقق داماد طی نامه مستدلی پاسخ دندانشکنی به آقای جنتی و اظهارات اخیرش داده، به او گفته که خلاصش به او گفته که بی سواد فقه نمیدونه و فقه رو لکه‌دار کرده و طعنه زیبایی هم زده و گفته از کی تا حالا دادگاه موسولینی از منابع فقه شده که ایشون به اون استناد میکنه و اون روش اعدام کردن رو مقبول میدونه. آقای محمود نیلی رئیس دانشگاه سرپرست دانشگاه تهران هم از سوی آقای روحانی به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی شد. اما موضوع آخر اینکه در زندان رجایی شهر با سرد شدن هوا و شکسته بودن شیشه ها و پنجره ها زندانی ها خواستار درست کردن شدند. مقامات زندان به زندانی ها گفتند پول بدین، پول جمع آوری بکنید تا در پنجره زندان رو درست
بکنیم. اندکی صبر سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.